شاید تحت تاثیر جنگ ایران و عراق تو دوره راهنمایی دوست داشتم عکاس و مستندساز مناطق جنگی بشم. بعدتر تو موقع کنکور عاشق شعر و ادبیات شدم. همیشه زیر کتاب‌های درسی و کنکورم یا کتاب شعر فروغ بود و یا کتاب شعر نیمایوشیج و یا یه دفترچه‌ای که دائم داشتم توش یادداشت‌های روزانه‌ام رو می‌نوشتم. از بین همه قصه نویسی ها و مستند سازی ها و تصویر سازی هایی که دوست داشتم انجام بدم، امروز دوست دارم قصه دویدنم رو بگم. دویدن ساعت ها، کیلومتر ها و گاهی روزها دویدن یه آدم عادی. نمیدونم برای شما هم همینطوره یا نه، ولی دویدن برای من یکی از سخت‌ترین ورزش‌ها بود. خب من همیشه ورزش می‌کردم، ولی دویدن برام خیلی دور از ذهن بود، به خصوص دوی استقامت. همیشه دونده‌های ماراتون‌های 42 کیلومتری برام مثل ابر انسان‌ها بودن. من دویدن رو 12 سال پیش با هدفی بجز قهرمانی شروع کردم، با هدفی بجز اینکه برم تو مسابقات بخوام مقامی کسب بکنم یا اصلا در مسابقه‌ای بخوام شرکت بکنم. در واقع دویدن رو زمانی شروع کردم که زندگیم از چند وجه دچار بحران بود. از یک طرف بحران و استرس ناشی از مهاجرت، دکترایی که چند بار تصمیم گرفتم ادامهش ندم، و از طرف دیگه تمام شدن یک رابطه چند ساله، همه اینا همزمان با هم باعث شده بود که دوره خوبی نداشته باشم. قبلتر از اون همیشه دوست داشتم که زمانی که دکترام رو میگیرم برگردم ایران، تو ایران کار بکنم، اما تو اون دوره زمانی انقدر این فشارها روم زیاد بود که تصمیم گرفته بودم همه چیز رو ول بکنم و ادامه ندم. نمیدونستم باید چطور ادامه بدم و با زندگیم باید چی کار بکنم. اون موقع فکر کردم که برای اینکه بتونم که به خودم ثابت بکنم که از پس سختی ها برمیام، باید که یک کاری رو انجام بدم که اعتماد به نفس مواجه شدم با سختی ها رو داشته باشم. بنابراین رفتم سراغ ابر انسان های ذهنم، دونده های ماراتون، و برای اولین کاری که انجام دادم این بود که برای یک دوی ماراتون ثبت نام کردم. دویدن هم از روزی نیم ساعت شروع شد و کم کم دیدم که چه جالب، موقعی که میدوم حالم کم کم خوبه، خوشحالم، و روزهایی که نمیدوم استرس دارم، استراب دارم، و خیلی برام جالب شد و اینطور شد که دویدن از یه ورزش تبدیل شد به روتین زندگیم. یکم بعدتر دیدم که میتونم رو پایان نامم تمرکز کنم، میتونم کارهامو انجام بدم، جلو ببرم، و خیلی برام موضوع جالبتر شد. و از اونجایی که کارم تحقیق و کار دیگه بلد نیستم به جز تحقیق، و اولین چیزی که برام جالب میشه، اولین کاری که در موردش میکنم اینه که سریع گوگلش میکنم، رفتم شروع کردم مطالعه کردن در مورد دویدن. و از اونجایی که رشتم علوم شناختیه و برمیگرده به شناخت مغز، این عضو پیچیده بدن، شروع کردم به تحقیق در مورد تأثیر دویدن روی مغز و متوجه شدم که اشتباه نمی کردم و دویدن در واقع باعث میشه که فرد بتونه تمرکز بیشتری داشته باشه و باعث افزایش توجه میشه. و این برای من که ADHD داشتم، مبتلا به اختلال ADHD بودم، و همین باعث میشد که نتونم درست تمرکز بکنم و پایان‌نامه‌مو بنویسم و کارامو پیش ببرم، شاید داشت مثل یه درمان عمل میکرد. تحقیقات در این مورد کم نیستش. برای مثال تحقیقی که در دانشگاه هاروارد انجام شده نشون داده نتایجش که دویدن
باعث روشن شدن سیستم توجه میشه. چطور این اتفاق میفته؟ دویدن باعث میشه که سطح نوروترانسمیترهای دوپامین افزایش پیدا بکنه که این باعث میشه دو تا اتفاق میفته. یک، باعث افزایش تمرکز میشه و دو، در فرد لذتی به وجود میاره که ناشی از به دست آوردن پاداشه و انگیزه ای میشه برای تکرار کردن اون کار، که اون کار چی باشه؟ دویدن. نکته بعد، سروتونین ترشح میشه که سروتونین باعث به وجود اومدن حس خوشحالی و رضایت میشه. حتی بیس خیلی از داروهای ضد افسردگی بر اساس سروتونین هستش. آدرنالین ترشح میشه که هورمونی هستش که در پاسخ به استرس و هیجان و خطر به وجود میاد، باعث میشه که فرد بتونه تمرکز کنه و با قدرت بهترین عکس‌العمل رو داشته باشه. و در نهایت دویدن ورزش سختیه، دائم داره روی این پا ضربه میخوره، به خصوص دوی استقامت که این توش بیشتر هم هست. بنابراین اتفاق دیگه که میافته این که اندورفین ترشح میشه، که اندورفین مثل مسکن عمل میکنه و درد رو کاهش میده و مجموعه از همه اینها باعث به وجود اومدن حسی میشه که در دویدن به اصطلاح بهش میگن رانینگ های، یعنی که انگار که فرد ماده مصرف کرده و های هستش. علاوه بر همه اینها، نتایج تصویربرداری ام‌آر‌آی نشون داده که دویدن باعث میشه که حجم قسمت جلوی مغز که بهش میگیم پریفرونتال کورتکس افزایش پیدا بکنه، که پریفرونتال کورتکس نقش خیلی مهمی داره در توجه و تصمیم گیری، نقش خیلی مهمی داره در بهبود حافظه کاری و باعث میشه که فرد بتونه بین چند تا کار سویچ بکنه، که این خودش چیزی هستش که در افراد مبتلا به اختلال ADHD مشکل هست. بنابراین دیدم که اون چه که من خیلی حسی تجربهش کرده بودم کاملا ریشه و بیس علمی داره و خب برام خیلی جالب بود. به هر حال اون ماراتون رو من تمام کردم و حال خوبی که بعد از اون تمام کردن اون ماراتون بهم دست داده بود هیچ وقت یادم نمیره. کاری رو کرده بودم که قبلا برام کار ابر انسان ها بود و حس قدرتی بهم دست داده بود که انگار هر کاری رو تو این دنیا دیگه میتونم انجامش بدم. 8 سال پیش و 1 هفته بعد از اون ماراتون به ایران برگشتم، مصمم تر از همیشه. تصمیم گیری آسونی نبود، چرا که 12 سال آمریکا زندگی کرده بودم، کارم اونجا بود، درسم اونجا بود، دوستام همه اونجا بودن، خانوادم داشتن مهاجرت میکردن، بنابراین یک سری چیزها رو من داشتم به هم میزدم که برگردم. یک نفرم تشویقم نکرد، همه بدون استثنا میگفتن کار اشتباهی میکنی، 2 ماه میمونی برمیگردی. 8 سال گذشته. برگشتم ایران، اپلای کردم تو دانشگاهی که دوست داشتم، هیئت علمی شدم و در کنارش میدونستم چیزی که چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ بدنی اینقدر به من کمک کرده رو باید که بتونم ادامه بدم و اون دویدن بود. بنابراین با توجه به اینکه تا ساعت‌های در واقع فول تایم کار میکردم، بهترین زمانی که میتونستم بدوم شب بود که تاریک بود و راحت ترین جایی که میتونستم بدوم طبق روال قبل کوچه خیابونای اطراف خونه بود. خب اون موقع خیلی اینطوری باب نبود که آدم ها تو کوچه خیابون بودن، به خصوص یه زن تنها شب یه ذره عجیب بود، ولی خب حق طبیعی خودم میدونستم که به عنوان یک انسان بتونم این ساده ترین ورزش رو تو ساده ترین جا که کوچه های شهرم باشه انجامش بدم. بنابراین برخلاف بوق ماشین ها، متلک آدم ها و همه اینها دویدم. یه مدت بعد بر حسب اتفاق توی مسابقه 2 کوهستان شرکت کردم. تمرین مناسبی هم برای اون مسابقه نداشتم، اما علاقم به طبیعت و کوه باعث شد که تمرین تو کوه هم به تمرینام اضافه بشه و برخلاف کار زیادی که داشتم خیلی مصمم تمرین هامو انجام دادم. برای من تو طبیعت دویدن مثل این میمونه که دائم باید فکر بکنی و تمرکز بکنی به اینکه چه سنگی جلوی پاته، چه شاخه جلوی پاته از رودخونه باید بپری. یه جوری ساعت ها بازی کردن توی این طبیعت و دور شدن از شهر و دغدغه هاش. بنابراین تمرین کردم و تمرین کردم تا چند سال بعد برای اولین بار تو مسابقه آلاداغلار ترکیه شرکت کردم. مسابقه با مسافت 46
6 کیلومتر و ارتفاع بیش از 4000 متر. توی این مسابقه تونستم مقام سوم رو کسب کنم و از اون به بعد مسابقات تریل برام یه رنگ و بوی دیگه ای گرفت. چند ماه بعدترش همکار و دوستم پیشنهاد شرکت در یک مسابقه 120 کیلومتری رو داد. اما این دفعه تجربه ماراتونی که داشتم باعث شده بود که جسارت این رو پیدا بکنم که به این مسابقه فکر بکنم. تمرین ها شروع شد و مسافت ها بیشتر شد و دویدن علاوه بر حس خوبی که بهم میداد یه جنبه دیگه پیدا کرد برام و این کاوش در مورد خودم بود، اینکه من به عنوان یه آدم عادی دویدن و این ورزش رو از کجا شروع کردم و تا کجا میتونم پیش برم. سال بعدش در مسابقه سی 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 از زیر مجموعه یو تی ام بی که تو کشور فرانسه برگزار میشه شرکت کردم. اتفاق جالبی که افتاد این بود که من در 101 کیلومتر شرکت کردم و مسابقه خودم که تمام شد خط پایان ایستاده بودم که شرکت کننده های 170 کیلومتر رو تشویق کنم. اتفاق جالبی که افتاد این بود که به نظرم اومد میانگین سن افراد شرکت کننده در 170 کیلومتر نسبت به مسافت های کمتر مثل 40 و 60 و اینها بیشتر هست. خب خیلی به نظرم موضوع جالبی اومد از یک طرف، از طرف دیگه شرکت در مسابقات 170 کیلومتر دوباره تو سرم جرقه زد. موضوع برام جالب بود، مسلما دوباره رفتم سراغ گوگل کردن و در موردش که بیشتر مطالعه کردم دیدم که بله، ظاهرا دوی فوق استقامت علاوه بر بدنی قوی نیازمند ذهنی قویه، که در همین راستا تحقیقاتی که در دانشگاه پیتسبورگ انجام شده نشون داده که دونده های فوق استقامت نسبت به ورزشکارهای دیگه از سرسختی ذهنی بیشتری برخوردار هستن، اون چه که بهش میگیم منتال تافنس. این یک موضوع. و موضوع جالب دیگه برام این بود که نسبت به سایر ورزش ها که به خاطر قدرت بدنی عملکرد زن ها و مرد ها با هم متفاوت هستش، توی مسافت های طولانی و دوی فوق استقامت این عملکرد خیلی به هم نزدیک میشه و بر اساس داده هایی که سایت اینترنشنال اسوسییشن آف اولترا رانرز جمع کرده از مسابقات فوق استقامت و این داده ها رو یه تحلیلی روش انجام داده، نشون دادن که توی مسافت های بیشتر نه تنها که عمل کرده زنها و مردها به هم نزدیک تر میشه، بلکه هرچی مسافت بیشتر میشه، مثلا مسافت های 300 کیلومتر و بالاتر، زنها حتی پیشی هم میگیرن از مردها. باز برام خیلی جالب شد و حس نزدیکی که نسبت به چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ جسمی نسبت به دوی فوق استقامت داشتم باعث شد که تقویت استقامت ذهنی و بدنی هم به عنوان چالش این ورزش برام جذاب بشه و برم سراغش. انگار خودم رو ناخودآگاه سوق داده بودم به سمت ورزشی که شاید نقش ذهن در اون فراتر از نقش جنسیت، سن و حتی قدرت بدنی باشه. سال بعدش تو خود مسابقه UTMB شرکت کردم. مسابقه با مسافت 170 کیلومتر و ارتفاع تقریبا 11000 متر. بخوام شبیه سازیش بکنم، انگار از تهران بریم تا قزوین برگردیم و وسطش هم 4 بار بریم از توچال بالا و پایین. اون مسابقه رو برخلاف آسیبی که در ناحیه پام داشتم تونستم به عنوان اولین زنی که از ایران تو این مسابقه شرکت کرده بود تو مدت زمان 44 ساعت و با 20 دقیقه خواب در کل مسیر تمامش بکنم. This is your moment. A photograph for a lifetime. Well done, Chief. ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده. چند ماه بعدش متوجه شدم که بر اساس آماری که سایت اولترا تریل ورلد تور هر سال ارائه میده، جزء 100 دونده برتر زن فوق استقامت جهان معرفی شدم. مسلمه که از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم.
چرا که من ورزشکار عجیبی نیستم، بدن عجیبی هم ندارم، اما این ورزش و بازی ذهن و بدنم انقدر برام جذاب شده که دوست دارم بدونم که تا کجا میتونم پیش برم. میدونم که بین من و نفر اول این لیست خیلی فاصله است، اما این برام مهم نیست. چیزی که برام مهمه این هستش که حتی اگر روزی نفر اول این لیست هم بشم، همچنان چالش ها و سوالات برای پیدا کردن ابعاد دیگه خودم برام باقی میمونه. من عکاس و مستندساز مناطق جنگی نشدم هیچ وقت، ولی خوندن، تجربه کردن و به تصویر کشیدن نبرد ذهن و بدن خودم، پیش بردن این نبرد به جایی که بدنم و ذهنم تجربه‌ای در اون نداشته و شکستن محدودیت‌ها، اگر که محدودیتی وجود داره، برام یه چالش و جذابیت بی اندازه این ورزشه. و شاید بتونم بگم که اگر در طی این سالها چیزی از این ورزش یاد گرفته باشم، اون جسارت و جرأته و بازتاب این جسارت و جرأت در زندگی شخصیم. جسارت و جرأت این که اگر میبینم دونده 24 ساعت مسافت 200 کیلومتر 300 کیلومتر رو رفته، دیگه این رو برای خودم غیر ممکن ندونم و بهش فکر بکنم. و اینکه دیگه برام ابر انسانی وجود نداره و میدونم که ابر انسان‌ها انسان‌هایی هستن با بدنی کمی یا بیشتر قوی، ولی با ذهنی بسیار بسیار قوی. متشکرم.